سرخط مهمترین خبرها. برگزاری آزمون کنکور سال 1403 تا دو هفته دیگر. کنکور امسال قرار است در 5 مرحله و با اشتراک 150,000 داوطلب برگزار شود. لکنن سبا سیلاونه یا دلار و مشکلات ده هم کل کل که مخی ترازیم و که مشکلات نوی انشالله نو پا دغ مقراره تاریخونو بانی با ازموی نغشتیش. واکنش ها به شناسایی کشور مستقل فلسطین توسط شماری از کشورهای اروپایی آگاهان در کابل میگویند این تصمیم میتواند نقطه عطف بر حل مشکلات باشد. یعنی نفس اقدام به رسمیت میتونه به عنوان یک نقطه عطف هم در قسمت حل مشکل غزه و هم در قسمت مشکل خاورمیانه و جهان اسلام و حتی رابطه شرق و غرب یک اقدام فوق العاده جدی و حیاتی باشه. و حضور میلیونی ایرانیان در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد مقدس. پیکر رئیس جمهور فقید ایران تا ساعت بعد در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مدیونم به مردی که عالم به قرآن بود، عامل به قرآن بود، خادم قرآن بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. کنکور سراسری امسال قرار است تا دو هفته دیگر در 5 مرحله برگزار شود. گفته شده در آزمون امسال نزدیک به 150,000 فرم به داوطلبان توزیع شده که قرار است 75,500 داوطلب در نهادهای تحصیلات عالی و 23,100 نفر در نهادهای نیمه عالی جذب شوند. در این حال شماری از اساتید و دانش آموزان بر شفافیت و دقت کامل در برگزاری این آزمون تاکید دارند. عزیز الله وحدت گزارش می‌دهد. نشست خبری مسئولان اداره ملی امتحانات در مورد برگزاری آزمون کنکور 1403. مسئولان این اداره اینجا گفتند روند بیومتریک و اخذ آزمون در تمام ولایات از تاریخ 15 جوزا شروع و تا 22 سرطان ادامه خواهد داشت. من گاده کنکور آزمون 15 مرحله تا تقسیم کرده. این امتحان در 5 مرحله برگزار می شود و به گفته مسئولان نزدیک به 150,000 فرم برای داوطلبان توزیع شده که از این میان حدود 75,500 تن در نهادهای تحصیلات عالی و 23,100 تن دیگر در نهادهای نیمه عالی جذب خواهند شد. کم تاریخونه اعلانیگی تا به علاوه چه منگا دا عوارض سره مخ نشو کلا کلا کی مصائب مخ تراشی عوارض مخی تراشی نو دا اغا مصائب عوارضو پا وجه بانی کل کل که دی آزموین تاریخ بدل شی لکنن سبا سیلاونه یا دلار و مشکلات دا هم کل کل که مخی تراشی حکم مشکلات نوی انشالله نو پا دغا مقراره تاریخونو بانی با آزموین اغشتی شی. در اینجا گفته شد بعضی تغییرات در نحوه برگزاری امتحان کنکور به وجود آمده، از تغییرات در بانگ سوالات گرفته تا افزایش ساعت امتحان از 2.5 ساعت به 4 ساعت و اضافه شدن سوالات به زبانهای عربی و انگلیسی برای داوطلبانی که به زبانهای دری و پشتو آشنایی ندارند. من سر چه کم سیستمون ندیده دی کوشش شویده چه دقا سیستمون نور هم معیاری شی در ترکیه هواد سر پدې رابطه باندې مختلف ناس شوي دي، بیا د هغوی یو تخنیکي ټیم راغلی دی او بیا دلته تخنیکي ورکشاپونه دایر شوي دي او نور هم کوشش روان دی چې زموږ دغه سیستمونه نور هم معیاري شي. مسئولان اداره ملی امتحانات همچنان گفتند تلاش ها برای معیاری سازی سیستم امتحانات با همکاری وزارت مخابرات و کشور ترکیه نیز جریان دارد. سوالاتی که در امتحان کنکور سال 1403 به خیر شامل خواهد باشد تمام سوالات جدید به حدود 50,000 سوال جدید به 4 لسان قسم شیخ صاحب فرمود به 2 لسان ملی پشتو و دری و همچنان عربی و انگلیسی در بانک اداره ملی امتحانات موجود است. در صورت تقاضای داوطلب نامه تنان به هر یک از 4 امتحان به هر یک از 4 زبان در امتحان اشتراک کنند. آن طرف شماری از دانش آموزان ضمن استقبال از تغییراتی به وجود آمده در شیوه برگزاری امتحان کنکور بر شفافیت و دقت کامل در این روند تاکید دارند. اگر واقعا علاقمند به این باشیم که ما بهترین استعداد را ارزیابی کنیم، باید کمیته کنکور یک پارچه
و اصلا عدالت یک پارچه حق خواهی و حق, حق خواهی باشه که یعنی فقط استعداد و لیاقت شاگرده و در نظر بگیره. خواستم همی است که امتحان به صورت کلی و شفاف برگزار کنه، حق به حقدار برسه، حق کس خورده نشه. این همه در حالی است که در کنکور سال گذشته بیش از 84,000 نفر اشتراک کرده بودند. و حالا هم بیننده چند خبر کوتاه باشید. معاون وزیر خارجه قطر در سفر به کابل از حکومت افغانستان خواست نماینده خود را به سومین نشست دوحه بفرستد. محمد بن عبدالعزیز خلیفی در دیدار با عبدالغنی برادر گفت امیدوار است با حضور نماینده کابل سومین نشست دوحه به نتیجه برسد و بدون نماینده کابل چنین نشست های نتیجه نمیدهد. ملا برادر نیز گفته در این گونه نشست ها باید به موقف کابل احترام گذاشته شود و بدون حضور نماینده افغانستان نشست بین المللی درباره این کشور به نتیجه نمی رسد. همزمان عبدالسلام حنفی نیز در دیدار با هیئت قطری روی موضوعات مختلف گفتگو کرده و گفته کابل خواهان روابط و تعامل نیک با کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه می باشد. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که تخریب جاده ها و پل ها در پی وقوع سیلاب روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را دشوار کرده است. این نهاد در گزارش تازه اش گفته با وجود این وضعیت توانسته به حدود 20,000 نفر از آسیب دیدگان سیل در افغانستان مواد غذایی برساند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرده برای رسیدگی به بحران سیل در ولایت غور 25 تن بسته ضروری کمک کرده است. مسئولان مؤسسه وینتو و دانشگاه فلورانس ایتالیا در دیدار با والی بامیان وعده ساخت 100 منزل مسکونی را برای مغارنشین های این ولایت دادند. گفته شده این خانه ها به شکل پخته و اساسی ساخته خواهد شد و هزینه آن حدود $300,000 آمریکایی می باشد که از سوی دولت ایتالیا تمویل می شود. مسئولان مؤسسه وینتو و دانشگاه فلورانس همچنان از تنظیم طرح بهسازی شهرک زرگران در مرکز بامیان نیز خبر دادند. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر رئیس جمهوری فقید ایران با حضور خیلی عظیم مردم در شهر مشهد مقدس ایران در حال برگزاری است. میلیون ها نفر در این مراسم با اندوه پیکر آقای رئیسی را در حرم مطهر امام رضا علیه السلام همراهی کردند. پیکر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه فقید ایران هم در تهران تشییع و به خاک سپرده شد. در این حال قرار است مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان او از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران روز شنبه در تهران برگزار شود. با شما سلام بدیم به سید الشهدا. حضور میلیونی مردم خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد در مراسم تشییع رئیس جمهور فقید این کشور. مشهدیان پس از چشم انتظاری چند روزه پیکر ابراهیم رئیسی را تا خانه ابدیش یعنی تا جوار آرامگاه شریف سامن الحجاج علی ابن مصر رضا علیه السلام همراهی کردند. با چشمانی اشکبار و دلهای پر از درد. جمهور ما یعنی خدمت به خلقش در اولویت همه کاراش بود. حضرت آیت الله رئیسی با ریاست های جمهوری قبل یک محبوبیت خاصی داشت، تو دل مردم بود، در کف میدان بود، جهادی بود. ما خانواده شهدا دوباره عزادار شدیم، بچه ها ما دوباره یتیم شدن، ما خانواده شهیدا خیلی افسوس می‌خوریم. حضور مردم در این مراسم به حدی بود که موترهای حامل پیکر آقای رئیسی در مسیرهای متوقف شد و امکان حرکت را نداشت. خیلی ها این حضور را پیوند قلبی مردم با مقام های این کشور خواندند. پیکر آقای رئیسی صبح روز پنجشنبه ابتدا در بیرجند خراسان جنوبی در میان بدرقه عظیم مردم تشییع شد. رئیس جمهور فقید ایران از بیرجند در ولایت خراسان جنوبی به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شده بود. قدرشون رو کم دونستیم، تا وقتی هستن قدرشون نمیدونیم. این جمعیتی که الان میبینیم اومدن همه از با عشق اومدن، نتیجه اخلاص های شهید رئیسی. مدیونم به مردی که عالم به قرآن بود، عامل به قرآن بود،
خادم قرآن بود. جبهه دیپلماسی و جهادگر و مجاهد. در همین حال پیکر حسین امین عبداللهیان وزیر خارجه فقید ایران هم پس از تشییع در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در جنوب تهران به خاک سپرده شد. شهید امیر عبداللهیان اسمش بهترین اسمی که براش میشه گذاشت، وزیر صلح و دوستی، وزیر مروت، و عملا از سازه قدرت نرم به خوبی استفاده میکرد. همزمان رهبر حوثی‌های یمن اعلام کرد آقای رئیسی رهبر اسلامی بود که موضع دولت او در قبال حمایت از فلسطین و یمن بی‌نظیر بود. آقای رئیسی یک رهبر اسلامی بود و مردم حق دارند به صلاحیت‌های عالی او در سطح اخلاقی و علمی افتخار کنند. در همین حال به منظور بزرگداشت رئیس جمهور فقید این کشور و همراهان او، مجلس بزرگداشتی از سوی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران روز شنبه برگزار می شود. ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور اسلامی ایران عصر یکشنبه همین هفته در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قزقلسی به سمت شهر تبریز در مربوطات آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و جان باخت. در همین حال به زعم بسیاری از کارشناسان رئیس جمهوری فقید ایران خدمات ارزنده برای این کشور، کشورهای اسلامی و منطقه انجام داده. تحلیلگران میگویند در دوره 3 ساله ریاست جمهوری آقای رئیسی هیمنه رژیم اسرائیل در سطح بین المللی و منطقه در هم شکست. به گفته آنان آقای رئیسی در قبال افغانستان هم سیاست ویژه و همکاری محور اتخاذ کرده بود. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، سال 2020 روزی که ابراهیم رئیسی بر اریکه قدرت در ایران تکیه زد. دولت مردمی دولت مدیرانی خواهد بود که دل در گروه منافع مردم دارند. از آن روز حدود 3 سال می گذرد و در دوران زمامداری او خیلی از چیزها در ایران و منطقه تغییر کرد. الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهمین عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای، با باور خیلی ها صفای باطن و اخلاص عمل این شخصیت منتج به همگرایی، همدلی و دوستی در این کشور شده و همکاری های مشترک و تعاملات بین قوا روند روبرشتی داشته. به گفته تحلیلگران بارزترین ویژگی ابراهیم رئیسی وفاداری به رهبر انقلاب اسلامی ایران بود. یک ویژگی که واقعا رئیسی تانست موفق بشه بود که مطیع رهبری بود، یعنی یک رئیس جمهور ولایت مدار بود که در دوران رئیس جمهور ثابت کرد که مطابق با اون توصیه رهبری عمل کرده و تانسته آرمانای انقلاب و توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران چکار کنه، در صحنه عمل به اجرایی کنه. در دوره آقای رئیسی سیاست ایران بیشتر به شرق و کشورهای اسلامی متمایل شد و او توانست در 3 سال حکومت داری به گونه کم سابقه تنش‌های ایجاد شده میان این کشور با شماری از کشورهای منطقه را کاهش دهد. از جمله از سرگیری روابط با عربستان پس از سالها قطع روابط از مهمترین دستاورد او در زمینه سیاست خارجی بود. آقای رئیسی وقتی آمد به این موضوع بسیار متوجه شد، به نتیجه رسید که این کار به خیر مسلمانان نیست، به خیر امت اسلامی، به خیر جهان اسلام نیست. تلاش کرد که یک رابطه بسیار نیکی از سر از نو بین دو کشور مهم اسلامی برقرار بکنه. سیاست دولت ابراهیم رئیسی در قبال افغانستان نیز سازنده بود. با وجود تغییرات سیاسی در کابل، دولت آقای رئیسی برخلاف کشورهای دیگر تمایل به تعامل بیشتر با حکومت افغانستان داشت. او حتی برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی نماینده ویژه برای کشور برگزید. در مسئله افغانستان خصوصا زمینه در رابطه با چابهار که بطن افغانستان از نظر ترانزیتی مثلا کالای ترانزیتی در طریق بندر چابهار یعنی این زمینه را غیر رئیسی مساعد کرد. در زمین میبینیم خط راهن خوف و بین اسلام قلعه و اینا را خیلی روش اصرادش و این مسئله فعال کرد و نظرش این بود که افغانستان وصل کنه با کشورهای اروپایی و همچنین با
دریا. تا به حال اون چی که ما شاهد بودیم سیاست و تعامل کشور جمهوری اسلامی ایران یک سیاست مدبرانه توأم با سه تا مسئله و ویژگی و مؤلفه بود. یک، تعاملات اقتصادی تامین نیازمندی های مردم افغانستان. دو، نگاه صلح و تعامل بر مبنای حفظ جان و مال و ناموس آحاد ملت مسلمان افغانستان. نکته سوم، در نظر داشت معادلات بین المللی. عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز. بارزترین دستاورد آقای رئیسی در خاورمیانه و در فلسطین علیه رژیم اسرائیل رقم خورد. پس از حمله این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق، ایران تحت زمامداری ابراهیم رئیسی تصمیم به حمله تلافی جویانه علیه سرزمین‌های اشغالی گرفت. به گفته تحلیلگران این اقدام هیمنه رژیم اسرائیل در جهان را در هم شکست و دیگر این دژ محکم آمریکا در خاورمیانه حیثیت گذشته را ندارد. پس امروز اسرائیل دیگه اسرائیل سابق نیست، هیمنه شکسته شده، قدرتش از بین رفته، آبرویش رفته. حتی در داخل خود نظام اسرائیل امروز چند دستگی وجود داره، عده زیادی در پی حذف این دولت هم. هر روز علیه اسرائیل در خود اسرائیلی ها میان تبلیغات میکنن. امروز اسرائیل هم در سطح بین المللی ارتش خود از دست داده، هم در سطح منطقه از دست داده، هم در سطح داخلی خودش. این اینجا که میبینید دقیقا محل سقوط این بالگردیه که سقوط چرخبال اما مانع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید ایران شد تا او نتواند این دوره درخشان را به اتمام برساند. نبود او هم در جمهوری اسلامی ایران و هم در سراسر منطقه نوسانات سیاسی را به دنبال آورده است. هلال احمر قطر قرار است 10 مرکز صحی ویژه مادران و اطفال را در مناطق آسیب پذیر افغانستان اعمار کند. گفته شده این مراکز صحی به گونه معیاری و با تمامی امکانات در مناطق ساخته می شود که مردم به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند. جمعیت هلال احمر افغانی نیز ضمن قدردانی از کمک های دوامدار هلال احمر قطر از سایر مؤسسات ملی و بین المللی می خواهد با آنان در زمینه رسیدگی به حوادث طبیعی همکاری کنند. جزئیات این گزارش با داوود ناظری. حوادث طبیعی نظیر سیل، رانش زمین و زمین لرزه های مرگبار طی چند سال اخیر تا حدود توجه مؤسسات ملی و بین المللی را به افغانستان معطوف ساخته. کشوری که هم اکنون با بحران ناشی از تغییر اقلیم دست به گریبان است. از همین رو دولت قطر هم تصمیم گرفته که در هماهنگی با وزارت صحت عامه برای رسیدگی به زنان و کودکان 10 مرکز صحی معیاری در نقاط آسیب پذیر افغانستان اعمار کند. این 10 کلینیک با هماهنگی وزارت صحت عامه و همکاری هلال احمر افغانی در جاهای تطبیق می شود که مردم خیلی نیاز دارند. در مدت 3 سال این پروژه تکمیل می شود. در آینده نیز با مردم افغانستان در بخش های مختلف همکار خواهیم بود. نن چی کما پروگرامو ندی غواړي په افغانستان کې مختلف ځایونه کې د بیچتی په هغه باندې ټکل لیکونه جوړ کی د خلکو ته په هغه منطقو کې چې د خلکو احتیاجات ډيري او د صحت عامه د وزارت خوانه پکې موافقه موجوده ای چې اقلا په هغه ځای کې 2000-15000 کورنۍ پور خلکو ته خدمات وړاندې کی دوی د دغه سی او پروګرام مختلول اراده لري. رئیس کمک های بشری هلال احمر قطر همچنین وعده داد که در بخش ارائه خدمات صحی برای مادران و نوزادان کمک هایش را به افغانستان ادامه خواهد داد. این خدمات قرار است در مناطق صورت گیرد که مردم دسترسی به خدمات صحی ندارند. در این پروژه ها بیشتر در بخش مادران و نوزادان خدمات ارائه می شود. از زمان بارداری مادران شروع تا در بخش ولادت و مراقبت های پس از آن این خدمات را شامل می گردد. جمعیت هلال احمر قطر در حدود 1 دهه گذشته بالغ بر 10 میلیون دلار در بخش های مختلف از جمله تداوی بیماران مبتلا به سوراخ قلب به افغانستان کمک کرده است. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی نیز با اشاره به حوادث اخیر گفته برای رسیدگی به مشکلات مردم به کمک‌های فوری نیاز است و نهادهای داخلی و بین‌المللی باید همکاری کنند.
چې دغه مصارف د افغاني سری میاشتې په خپل لاس کې نه دي. البته دا مصارف نړیوال خیریه نهادونه د افغاني سری میاشتې تر ډېر حده پورې مرستې کوي. همداراز داخلي کوم خیریه نهادونه چې دي، همداراز کوم خیریه اشخاص چې دي، مخیر حضرات دي. در این مراسم همچنین گفته شد بیشتر کمک ها از سوی هلال احمر افغانی برای خانواده های سیلاب زده در ولایت بغلان اختصاص یافته. بیشتر کمک ها هم در بخش تداوی بیماران و توزیع مواد غذایی به متضررین بوده است. برای بیش از 300 خانواده سیلاب زده در ولسوالی های تشکان و تگاب ولایت بدخشان پول نقد و مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شد. این کمک ها شامل 10,000 افغان پول نقد، آرد، برنج، روغن و خیمه است که از سوی قل اردوی 207 عمری برای این خانواده ها توزیع شد. همزمان سازمان جهانی صحت برای رسیدگی به بحران سیل در ولایت غور 25 بسته ضروری شامل بسته های طبی برای متضررین سیل توزیع کرد. توزیع کمک های نقدی و غیر نقدی برای بیش از 300 خانواده سیلاب زده اینجا در ولایت بدخشان. کمک هایی که قرار است در هماهنگی با قل اردوی 207 عمری برای سیلاب زدگان ولسوالی های تگاب و تشکان توزیع شود. برای هر خانواده مقدار 10,000 افغانی پول نقد، آرد، برنج، روغن، گوشت و خیمه برای اسکان موقت. ملا برادر صاحب این موادها را برای ما تسلیم داد که شامل 1,000 بوجی آرد بود و 500 بوجی برنج بود و 500 قوطی روغن های 5 لیتره بود و همچنان 600 کارتن جوس بود و 114 کارتن گوشت بود و 108 بندل لباسی البته پوشیدنی بود. در پی سیلاب های اخیر صدها نفر جان باخته و هزاران خانه مسکونی تخریب شده. اینجا هم سیلاب زدگان در ولایت بدخشان میگویند خانه هایشان را از دست داده و راه های مواصلاتی به دلیل سرازیر شدن سیلاب مسدود شده. آنان با استقبال از توزیع این کمک ها خواستار توجه بیشتر حکومت و نهادهای امدادرسان هستند. مردم هایی که در اینجا همکاری کرده و ما صد تشکر میکنیم که ما مردم مظلوم در این روزا رامون که بند است به یک پاورد بند استیم. ای خانه به خانه میریم بخشمون کسی کمک نمیکنه به خاطر که را بند است نمیتیان. ای نمیتو مشکلات داریم، خانه مون از دست دادیم، سرکمون از دست دادیم، پلامون از دست دادیم. باز سیلاب دیگه به ما خساره زیادی انداخته، اما لحاظ مالی لحاظ مالی خیلی برای ما خساره، خانه نداریم و همه چی ما فعلا خراب کرده. سیلاب چیزی نداریم. با این حال در سیلاب های اخیر بدخشان دست کم 14 نفر کشته و زخمی شدند و 500 منزل مسکونی نیز تخریب شده. هنوز اما جزئیات دقیق از تخریب زمین های زراعتی گزارشی در دست نیست. ما با تعداد 14 نفر شهید و زخمی داریم و با تعداد دیگر 500 خانه نشیمند و نشست دیگر کلی و قسمی تخریب داریم که سر دولت بدخشان در ولسوالی های مختلف خصوصا ولسوالی تشکان و تگاب ولایت بدخشان. مسئولان قل اردوی 207 عمری در ولایت بدخشان همچنان از ادامه روند توزیع این کمک ها در سایر مناطق و ولسوالی های سیلاب زده این ولایت خبر دادند. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. برگزاری آزمون کنکور سال 1403 تا 2 هفته دیگر. کنکور امسال قرار است در 5 مرحله و با اشتراک 150,000 داوطلب برگزار شود. لکنن سبب سیلاونه یا دلار و مشکلات در هم کل کل که مخی ترازی تو که مشکلات نوی انشالله نو پا دقه مقرار تاریخون بانی با آزمون نغشتیش. واکنش ها بر شناسایی کشور مستقل فلسطین توسط شماری از کشورهای اروپایی آگاهان در کابل میگویند این تصمیم می تواند نقطه عطف بر حل مشکلات باشد. یعنی نفس اقدام به رسمیت می تواند به عنوان یک نقطه عطف هم در قسمت حل مشکل غزه و هم در قسمت مشکل خاورمیانه و جهان اسلام و حتی رابطه شرق و غرب یک اقدام فوق العاده جدی و حیاتی باشد.
و حضور میلیونی ایرانیان در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مشهد مقدس پیکر رئیس جمهور فقید ایران تا ساعت بعد در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مدیونم به مردی که عالم به قرآن بود، عامل به قرآن بود، خادم قرآن بود. بیننده های عزیز، بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.